بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 15 ماه آپریل سال 2019 میلادی. توی آمریکا بهش میگن تکس دی، یعنی روز مالیات. امروز روزیه که شما تا ساعت 12 شب وقت داری دو دستی بدهی تو ببری بدی به اداره مالیات بر درآمد یا IRS. اگرم نتونستی تا امروز حساب کتاب کنی، باید پولی رو که بدهکاری ببری بدی، بگی کاغذامو چند ماه به هم وقت بدید، اونا رو براتون میفرستم. این یه یادآوری که اگر حساب کتابتون رو پر نکردید و نفرستادید، حتما این کار رو انجام بدید یا اکستنشن بگیرید. این هم از این ماجرا. و اما 26 فروردین 1398 هست و بهار تقریبا جا افتاده. از این بادهایی که میاد تو شیراز، به این بادهای بهاری میگفتن باد بشکاف، یعنی قنچه ها رو میشه کافد و باز میکند و گلها میان و بعض وقتا هم بعضی هاشون تبدیل میشن به میوه دیگه. اینجوریه، بادم مثل که اینجوریه. و یادش به خیر، حالا که ما نیستیم و نمیتونیم بریم، میگه کلیسا نوتردام داره در آتش میسوزه. ای بابا چی شد؟ ما یه روز شما رو ول کردیم. ما ببین رفتی نوتردام، من اتفاقا آمدم دیدم و چه واقعا چیز تاریخیه. یکم بیشتر بنویس چی شده، کی رفته اونجا. از بس اونجا شمع روشن میکنن، پولای مردم رو هی میدن شمع میسوزونن. و اون یه فیلمی هم بود تو شیراز من دیدم، اون مایک آنتونی کوین بازی میکرد گوش پشت نوتردام، که بعضی ها نوتردام هم میگفتن، حالا مهم نیست. در هر صورت بله، من این کلیسا رو دیدم و امیدواریم که، معمولا اینا اگه آتیش سوزی هم بشه صدمه ای به این همه سنگ و اینا نمیزنه، ولی بالاخره هر صدمه ای هم به این آثار تاریخی به اصطلاح خودش یه چیزیه، ضربه بزرگیه به تاریخ و اینها. و اما بذارید من ببینم برنامه سوربی رو روی مردم تیوی، صفحه مردم تیوی هم بذارم. ضمن این که خیلی ها از این صفحه فیسبوک مردم تیوی استفاده نمی کنن، میبینم که بیشتر از صفحه خود من استفاده میکنن. share on page you manage، و یه جورایی هم بهتر حقیقتن. هی تیکه تیکه، یکی اینجا یکی اونجا یکی اونجا. آمریکایی‌ها میگن شما این خمیر پیتزا رو وقتی خیلی بکشی فکر میکنی حالا پیتزای بهتری گیرت میاد، اتفاقا سوراخ میشه، هیچی دیگه توش نمیتونی بذاری. اینها خب بگم براتون از آقای شادانلو لطف کرده و یک ویدیویی برای ما فرستاده. من این ویدیو رو نشون میدم، افرادی که در کلن هستن بگن به ما که این آقا رو میشناسن یا نه، چون ما سعی میکنیم. بله، او داره میریزه. خب ما سعی میکنیم که بعضی کارها رو اینجا به عنوان بهش میگن public service announcement، یعنی یه چیزایی که به نفع یک نفر از این ملت ما، از این کامیونیتی ما، از این جامعه ما هست انجام بدیم. حالا اگه خدایی باشه خدای خوشنود باشه، اگه خدایی نیست اون شخص به اصطلاح اگر محتاجه بتونه استفاده کنه و اینها. یک ویدیویی رو یه آقای گذاشته به نام عمو مجید. اتفاق ما اینجا یه رستوران داریم، رستوران عمو، که قبلا مجید صاحبش بود و سعید، الان آقای اویسی هست و این عمو مجید منو یاد اون رستوران انداخت. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. و تعجب میکنم که دوستان میان زحمت میکشن فیلم میسازن، ولی اسم خودشونو نمیگن، آدرس خودشونو نمیگن، برای که ما هنوز بلد نیستیم پروموت کردن. این آقای مینویی یک نشریه رو درست میکنن، ما هم دیگه حالا گیج شدیم نمیفهمیم بگیم مجله، روزنامه، هفته نامه، ماه نامه، میگیم نشریه. خیلی حرف قشنگی توی اولین همین صفحه دومش نوشته که راجع به نوشابه کوکاکولا و پپسیکولا و اینها هست. اینو براتون میخونم که چجوری کوکاکولا و پپسیکولا که همه دنیا میشناسنشون باز دست از تبلیغ بر نمیدارن. و
ولی ما ایرانی ها، اونی که نداره میگه آقا من پول ندارم تبلیغ بدم، اونی هم که داره میگه آقا من به اندازه کافی مشتری دارم تبلیغ نمی کنم. عجیب آقا. بمانه. سلام و درود، امروز با یک جانور دزد اسلامی در ونکوور دادگاه رفتم، الان وسط کار هست، قاضی جوش آورده آنتراک داده. بعدن اگر عمومیه میتونید بیان بگید پروندهش هم حتی نشون بدید که دیگران به اصطلاح گول این دزدان رو نخورن. و متاسفانه توی جامعه ما وقتی که یک کسی هست مردم بهش اطمینان میکنن، اینها هستن که میان از اون اطمینان مردم سوء استفاده میکنن. پس وظیفه من و شماست که بیایم بگیم. یه بار گفتم بهتون مثلا این آقای حسیبی سرویسی استفاده کرد، مصاحبه بنی صدر و فلان اینها، بعد 200 دلار چک ما رو زنگ زد به من گفت شما چک رو نقد کردی؟ گفتم نه هنوز رو میزه. من فکر نمیکردم یه آدم بی پدر مادری هستی فوری بودو من برم بانک تا نقد نکنه برنامه بدندم. گفتم اینجاست، بعد دیدم فردا رفته استاپ زده. ببینید یه آدم پیرمردی با این سن چقدر لو لایف، اینجا پس فطرت رو میگن لو لایف، چقدر لو لایف باشه که یه سرویس رو استفاده کرده باشه بعد بره پول رو استاپ کنه. اینا رو شما باید بگین تا مردم بشناسن. اگه یه آقای ایکس آقای ایگرگ میخواد برنامه بده به آقای حسیبی، تا پولو نگیری پولرم اینجوری نگاه نکنی، مطمئن نشی که اصلیه قلامی نیست، بهشون برنامه نده. هیچ اشکالی هم نداره، هیچ به اصطلاح پیگیرد قانونی هم نداره، اینا پابلیک هست. درود بر شما جناب سوربی، سلام به شما آقای شاهین فاتحی، ممنون و متشکرم. بریم با هم این فیلم رو ببینیم و اگر کسی این آقا رو میشناسه یا رستورانش رو بلده کجاست برای ما بفرسته. اینو یه آقای به نام محسن دشتستانی گذاشته، بعد دوستان دیگه هم فرستادن. حالا من صداش یواش کم یواش بیارم بالا که شما رو یه دفعه اذیت نکنه. با سلام و درود فراوان، آلمان شهر کل، خسته نباشید. خدمتتون عرض کنم نسیه و حساب دفتری در این مکان داریم. هموطنی که تازه به آلمان اومده قضا رایگانه، ببخشید شاید پول همراهش نباشه. پول دستی هم منزه توانمون داده می شود. تابلوی همبستگی و اتحاد. خدمتتون عرض کنم هموطنی که کارگر میخواد یا کار داره به من بگه، هموطنی که دنبال کار میگره یا تو آلمان اومده کسی رو نداره آشنا نیست من بذارم این سرکار، یا هموطنی که دنبال کار میگره برعکس به من مراجعه کنه من بذارم این سرکار. خدمتتون عرض کنم چرا ما همبستگی و اتحاد نداشته باشیم؟ چرا ما باید حسرت بخوریم بگیم فلان ملیت اتحاد داره پشت همان هوای هوا دارن؟ ما اینجوری نبودیم. ما از بعد از انقلاب متاسفانه همه داریم واسه هم میزنیم. بیاین از امروز شروع کنیم با هم اتحاد داشته باشیم. امتحان میکنیم از امروز. میبوسمتون، قربان شما هممجید. خدا حافظ. عمو مجید خیلی ممنون، ما هم شما را از طریق کامپیوتر و مجازی میبوسیم. ولی من یه سوالی دارم، یعنی شما فکر میکنی واقعا 21 بهمن آمد شب همه ما خوب هخامنش درستکار گفتار نیک پندار نیک کردار نیک، 22 بهمن که شد همه شدیم دزد و شیطان و بچه آخوند؟ آقا اینجوری نبوده عزیز من. اگه اینجوری کنی به این نتیجه میرسی که چرا دیگران با هم هستن ما نیستیم. این مجله اینجا هست، خدا رحمت کنه، این آقای اروانقی، حالا فامیلیش هم اصلا من نمیفهمیدم اسمش چیه فامیلیش چیه، این فوت شد رفت، به نام تهران پست. الان دوستان دیگه ادامهش میدن، خانم حبیبیان هست، اون آقای فرامرز یگانه هست و اینا. این منوش که یک دلار در دست ما ایرانی ها یک دست میچرخه، در دست آمریکایی ها در دست کره ها پنج دست میچرخه. من بارها تماس گرفتم بگم آقا این آمار شما از کجا آوردید که این دلاری که آقای اکبری میده به من یه دست که چرخید سوربی میره میذاره زیر بالش دیگه نمیچرخه، یا سوربی میره کباب بازار چلو کباب میخوره میشه دو دست، کباب بازارم میره از فرام فروشگاه برنج میگیره میشه سه دست، اونم میره موکت فروشی چهار دست پنج دست. این آمار رو آقای اربانقی کرمانی یه همچیزی شما از کجا آوردید؟ یه مش مزخرف
آقا شما نگاه کنید این ویتنامیا انقدر با هم خوب هستن، همچین که پاشو از آب میذاره اینجا میبرنش خونه بهش میدن فلان. آقا انقدر این بهایی ها با هم خوب هستن تا یکی میاد براش فلان میکنن. آقا اینا نیست، اینجوری داستان اینجوری نیست. ولی این کاری که شما میکنی خیلی ارزشمنده. تازه بیایم فرض کنیم که الان ما همه آدمای بدی شدیم، چقدر شما آدم خوبی هستی که توی این بدی ها به یه فکری افتادی، یه تابلو آقا من بزنم اینجا مردم نیازمندی هاشون رو به هم بگن، من دنبال شخصی میگردم پدری سالمند دارم نمیخوام ببرم بذارم اینجا. پریروز یک کیسی میدیدم، مرد ورزشکار به بدبخت پیرمرد که محتاج کمک پولش دولت میده و اینها، اینو زده زیر چه شکاری کرده. یعنی یک کسی که حالا معلوله نمیتونه راه بره، کمک احتیاج داره، تو هم بیای بزنی زیر چشمش رو پاره کنی. خب این اگه ایرانی باشه ممکنه گوشتشو بخوره، استخونشو دور نمیریزه دیگه. اینا رو ما با همدیگه مثلا چیز داشته باشیم، در تماس باشیم. میگه آقای علی رمستانی، من اسمتون اگه اینا رو با انگلیسی هم کنارش بنویسید خیلی خوب میشه، ببخشید که من نمیتونم. میگه که این آقا مجید شهر کل زندگی میکنه و پیتزا سرویس داره و اینجا شهر یزدان خداوندلو که مدتی هم با شما همکاری داشت. خیلی ممنون. از آقای یزدان خداوندلو میپرسم با ایشون تماس بگیره. من به ایشون میگم که با شما تماس. به به ببینید این بابا، این قدرت جامعه اینه. من نشستم در آمریکا 20 کیلومتری این مردکه کثیف پلید شالاتان، میبینم اون ور آب اون ور اقیانوس در آلمان زیبا یه آقای انسانیت به خرج داده. من نمیام بگم آقا اینم حالا میخواد پوز بده، رستوران میخواد اینجوری مشتری تر. آقا میام اینو پروموت میکنم، میگم این علی آقا لطف میکنه، از اونجا تماس میگیره، میگه من میگم به شما تماس بگیرم. خیلی ممنون آقا، متشکرم. ما هم دیگه عادت کردیم این مثل گودی گودیات هم نمستان. بله خب خیلی ممنون و متشکرم و بریم سراغ برنامه. ویدیوی آقای شادانلو رو نشون دادم، ممنونم آقای جهانگیر شادانلو. ولی ما اونایی رو دوست داریم که انقدر نادانن که در قرن 21 باز تهدید میکنن. تهدیدم حالا شما اون موقع یه نفر میدیدی میگفتی آقا میام پدرتو در میارم، آقا آتیشت میزنم، میرفت باد هوا بود. ولی الان مینویسه نوشترم میذاره که منم ازش عکس بگیرم داشته باشم پس فردا یقش قانونی بگیرم. بدبختیش بگی که اینا هیچ کنشون پول ندارن، یعنی اگه من برم یه وکیلم بگیرم برم دنبالشون، یه آدم بدبخت گداتر از خود من، طرف یادتونه میگه آقا این خر نداره که تو بخوای بری پالونشو بگیری، یا باید مشت گشنگده هستن. ولی خب این هنرمند دف داره، بریم سراغش، اقلا دفشو ازش بگیریم و ببینیم که اینا چی میگن. آقا ما دیگه شعبون بیمخ دیده بودیم تو زورخونه، شعبون بیمخ من تو کالیفرنیا هم دیدم، ولی شعبون بیمخ اینترنتی که ما نداشتیم که حالا پیدا کردیم. اسمش چیه؟ علی، نه این علی آقای خوبی که تماس گرفته، این علی بده، خودش هم نوشته علی با وجود. خب نشون میده که وجودم نداره. دیدید میگن اونی که کچله میگن زلفعلی، اون که کوره میگن چراغعلی. این علی آقای با وجود رودبار، رودباریا آدم های بسیار خوبی هست، ولی دشمنشون این رشتی ها هستن. رشتیه میگه اگه یه مار دیدی یه رودباری هم دیدی این مار رو فعلا ولش کن، اول برو با رودباری دعوا کن. دوتا دوست داریم اینا همیشه با هم دعوا میکنن. اول برو با رودباری دعوا کن بعد بیا سراغ ما. ترامپ الان داره به نوتردام نگاه میکنه و پیشنهاد داده واشه خاموش کردن آتیش. حتما پیشنهاد داده اون زنای تنفروش روسیه بیان جیش کنن روی نوتردام خاموشش کنن، چون این فقط اینا رو بلده. خب بیان این آقای علی با وجود رودباری رو که ما رو تهدید کرده، هم وبسایتشو به شما، فیسبوکشو به شما نشون بدم، یه تبلیغ مجانی. علی جان این کاری که من میکنم حدود 25 دلار خرجشه، ولی مجانی اب نداره. و یادت باشه توی آمریکا میگن هیچ، there is no bad publicity، هیچ تبلیغ بدی وجود نداره. بریم زنگ بزنیم به علی آقا ببینیم خوابه یا بیدار،
و بهش بگیم عام یادگار بیا بریم شما دردت چیه و چی میگی دیگه تو قرن 21 شما از کجای دنیا میخوای منو به اصطلاح منو چی میگن الله اوکی من نمیدونم چرا این فیسبوک ما شاید چتمون خاموشه. خب وقتی تماس میگیرم خودت روشنش کن دیگه، چت آن. عجب بدبختی ما گرفتاری ما. بفرما. میگه که یکی میگه آقای صبحی اگه این احمقا نبودن شما برنامه تو چجوری پر میکردی؟ ببین من سالها پیش وقتی تو آلمان موندم تصمیم گرفتم برنگردم ایران، این دوست اون آقای جواد گلچین گفت آقا بیا بریم با هم چی بخریم بفروشیم، بیا بریم این هتل اون هتل، مسافر میبریم برای هتلا، یخچال میخوان بخرن. اون موقع تو آلمان میمدن یخچال میخریدن، این سینک ظرفشویی میخریدن، چه آشغالایی میخریدن میبردن ایران، اینا رو میخریم میبریم. اون مرده به اون یه پول میده، میکشیم برای اینا، میبریم فرودگاه، اینا یه انعام میدن. اینا گفتیم باش. بعضی وقتا یه چیزای ایرانی ها مثلا از ایران آورده بودن، مثلا یه سینی بود از این نقش مال اصفهان، حالا دیگه اون آخری ها پرسی شد بود، به جای قلم زنی یه پرس میذاشتن تو قیر و رنگم میزدن اینا. من میگفتم که این بخرم نخرم، بلد نبودم دیگه، من دبیر بودم اومدم آلمان، حالا شدم بخر بفروش. بعد میگفتم بخرم نخرم، این جواد با اون لهجه شیرازی تر از منش میگو آقا شما بخر نگران نباش، همیشه یکی از تو خرتر پیدا میشه بیاد از تو بخر. حالا دوست عزیز شما نگران برنامه من نباش، از این خرا اولا زیادن کم نمیاریم، بعدم این بره اون یکی میاد. دیدید اون روز اون دوستمون آقای وحید حالا دیگه کله خر شده، حالا این آقای علی با وجود کله خر شده. من ببینم، من نمیدونم، من چت خاموش نکردم که اینجا نمیذاره به این زنگ بزنیم. و facebook.com خب اینم میگیم remember this، اینم بله hardware access error. ای خدا ذلیلت کنه، اون روز هم همین کار رو انجام میداد. حالا بریم گوگل کروم ببینیم، با گوگل کروم میتونه تماس بگیریم با این آقا فیسبوک. آقای با وجود تو از اون ور زنگ بزن اگر نشستی، چون من بهش گفتم با همه اینا من امروز باهات تماس میگیرم. تهدیدش خیلی جالب بود، اصلا بلد نیستیم بنویسیم. مثلا یکی میخواد یک کسی رو تهدید کنه، میگه اگه یک بار دیگه این کار رو انجام بدی من فلان میکنم. این میگه اگر این بار خر، این بار که من انجام دادم گذشت رفت، باید بگه اگه یه دفعه دیگه، یه بار دیگه، برنامه آینده. در هر صورت بذارید ببینم این علی بی وجود رو میتونم پیدا کنم توی این. فکر کنم اگه اینا جواب بدن برنامه خندداری میشه که شما ببینید خانم، ببینید چرا آخوندا 40 سال سوارن. دلیلش اینا هست، دلیلش اینی که این آقای وحید سعیدی که من روش حساب میکردم، فکر میکردم این اقلن 2 کلمه بلده از جمله آزاد بودن، آزاد گفتن، آزاد شنیدن، اولا 1 کلمه آزادی رو بلده، یه دفعه میبینیم میگه بیاون بلین نگاه کنید برادر پاسدار. ولی خوب شد عکس آقای رضا پلووی رو با این گردنبند ها چیه، شال گردنی های فلسطینی و لباس پاسداری انداختن، برید ببینید. اون وقت بدبخت یه جایی هم اومده حرف درست میزنه، حرف درست میزنه، میگه آقا همه این پاسدارا که تروریست نیستن، طرف که از احتیاج رفته کار میکنه، تو اینو میگی تروریست، این فردا مجبور وایسه تا تیر آخر تو رو بزنه. بابا بیاین اقلن، من حالا فکر میکنم این رضا پهلوی خیلی احمقه ولی از شماها باهوشتره، بیاین اقلن حماقتتون رو بیارید به طرف دانایی اندازه رضا پهلوی. حالا وایسید من اینو ببینم میتونم باهاش تماس بگیرم. باید قبل از این برنامه با یکی تماس میگرفتم که ارتباط بله مسکی شد. ببینیم دوربین رو خاموش کنیم. به 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 دوستان عزیز بهتون تبریک میگم، با آقای علی با وجود رودبار هستیم. آقا شما رودباری هستی؟ ببین دوستان
دیدید؟ دیدید شهامت اینا رو؟ همین قده. من یه دفعه به یکیشون یه چیزی نوشته بود، اصلا خبرم نداشتم اینجاست، توی مجلسی دیدمش، دیدم این از اول شب هی میره این ور وقایم میشه. آخر شب یه جوری من رفتم سراغش، گفتم ببین من اول شب نیومدم، گذاشتم تو تا آخر شب وحشت کنی، یعنی الان 3-4 ساعت ما اینجا هستیم، تو 3-4 ساعت داری در وحشت به سر میبری. خب بدبخت بی وجود، اگر من اینجا هستم جرأت داری این حرفو بزنی، وقتی هم نیستم بزن، اگر جرأت نداری نزن، خفه شو، یه بار دیگه زنگ بزنین. ببینید این عکسش هم اینجا بهتون نشون بدم، شما هم تماس بگیرید بهش بگید آخه مردک تو که انقدر میترسی، مگه کسی بهت مجبورت کرده، پولی بهت داده؟ بیا نگاه کن. اینا طرفدارای رضا پهلوی هست، اینا انجمنهای پادشاهی بی پادشاه. ببینید نو انسر، یعنی این الان دیگه الان هر جا هست خواب از سرش رمید که چی؟ سربی از هزاران کیلومتر زنگ زده میخواد بگه آقا دردت چیه؟ کجات میسوزه؟ بریم نوشتهشو بهتون نشون بده. داشته باشید اینا رو یک لحظه. خب دوستان دارن علامت خنده و جوک و اینا رو میفرستن، هوا خوششون اومده. نوشته این احمق رو هم بهتون نجود، اگه وایساده بودی بهت نمیگفتم احمق، ولی حالا چون رفتی هم علی بی وجود هستی هم احمق هستی، هم فکر نمی کنم اهل رودبار هستی. اگه اهل رودبار هستی بهت آدرس میدم، برو جایی که زیتون میفروشن و روغن میفروشن و اینها، با اون دوست ما آقا مسعود صحبت کن، بعد با هم حرف میزنیم. بیایم کجا بود این سوربی و نوشته علی بی وجود رو با هم ببینیم. علی این رستاییه یا رستایی؟ آقا مجددن از شما ممنونم، ولی من به دوستان پیشنهاد کردم، اتفاقا یه بار با آقای فاتحی پیشنهاد کردم، ایشون فوری اون کار رو انجام داد، خیلی بهتره، چون همه فارسی نویس ندارن، اگه بخوان تو فیسبوک دنبال شما بگردن، اگر همون جایی که اسم فارسیتون رو نوشتین فیسبوک تا 2-3 بار اجازه میده عوض کنین، اگه همونجا اسمتون رو به انگلیسی هم بنویسید خیلی کار دوستان راحت کنید، ارتباط بیشتر، مگر اینکه نخواین باهاتون تماس بگیرن. خب بیایم بریم ببینیم که این احمق ترسوی دیوانه کجا چی نوشته بود. آها نگاه کنید. حالا جالبه اینا چون یه چیزی هم یاد گرفتن، هی به این و اون درود ورود بفرستن و هی به این و اون گرانمایه بگن و هی به این و اون نمیدونم. نگاه کن آقای سربی گرامی، دوستان نگاه کنید، شما کسی رو که میخوای تهدید کنی احمق بی سواد نمیدیسی که آقای سربی گرامی. آقای سربی گرامی این بار اگر باز از ادبیات چاله میدانی استفاده کنید، مجبور خواهم شد که در مورد شما حقایقی را که مایل نیستم بیان کنید، بیان کنم. منم اینجا برایش نوشتم که گوش کنید، ببینید وقت ما با چه چیزایی پر میشه. نوشتم شما ادبیات چاله میدانی را متوجه میشی؟ کجا یاد گرفتی؟ امروز با شما تماس میگیرم تا بینندگان با شعبان بیمخ‌های فیسبوک آشنا شوند. میتونید بخونید دوستان اینجا هستا، ببینید. بعد اون پاسخ داده، بله متاسفانه در فضای مجازی و از عده‌ای که مدعی هستند با سواد و با فرهنگ هستند یاد گرفتم، یکی از آنها شما هستین. گور پدر تو اگه من یه بار ادعای با سوادی با فرهنگی کرده باشم. آخه مردک بی وجود، مردک ترسو، مردک نادان، مگه کسی به تو گفته بیا بشین این برنامه رو نگاه کن؟ مگه دست و پات زنجیر کردن به صندلی گفتن بشین این برنامه رو نگاه کن؟ برو اونی که دوست داری نگاه کن. من نمیدونم اینا مازوخیست میگن، اینایی که خود آزاری میکنن،
بعد من از توی ریغینکی که نمیترسم، وقتی از رجوی و از رضا پهلوی و از نمیدونم تیمسار میمسارای دور برش نمیترسم، از تو میترسم آشغال. تویی که من از طریق فیسبوک باهات تماس گرفتم، ای کاش دوربین بود که میفهمید الان تو خودت جیش کردی، تو خودت خرابی کردی، احتمالاً بوگندش هم بلند میشد. برو مردی که گوه کسافت. اینم از این. خب دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. اینم آقای شعبون بیمخ علی با وجود رودبار. خب بینندگان چی میخوان واقعا دوستان؟ شما نگاه کنید، اون یکی که میگه اگه یه بار دیگه این کاری کردی، اولاق من 20 ساله دارم این کارو میکنم، حالا مثلا شما این کاری کردی، من از فردا میام ترانه پخش کنم براتون، ترانه هم پخش میکنم، صبر کن. خب بذارید ببینم که این کجا رفت و چه ها شد. اینم از این. میخوام آقای دیگری رو به شما نشون بدم، نوشته ایشون رو، و فقط ببینید من اینجا که نشستم چقدر میخندم که این ایرانیه. حتی بذارید یه لحظه، من میخوام این دوشنبه رو براتون بذارم، دوشنبه 26 فروردین شماره 11، این رو هم بیارم اینجا. حالا شما میگه آقا کاراتو بکن بعدن بیا مهمونی، اول مهمونی گذاشتی حالا داری میره آبجوها رو بذاری توی یخ. اتفاق میفته دیگه، خیلی وقتا شما میری مهمونی حتی صدات میزنن میگه آقا بیا از پشت ماشین مشروب و نوشابه و آبجو ورد بیار، بعد میگه یخرم بیار بذار اینجا. خب اگرم شیرازی باشه میگه یخورم بیار. هیچ شیرازی به میدون گاز نمیگه میدون گازو، خودتون خراب نکنید، این جای مخصوص داره، این رمز بین ما ایرانی ها. اگه شما همینجوری یه دفعه یه جای بگی یخو، اون جمله خراب بشه، میفهمن که تو نیستی. ولی میگه آقا این آبجوور بیار، یخورم بیار، یا ببر اصلا تو حیات، نمیگه ببر بس تو حیاتو. بعد اون میاد میگه آقا ما رو فرستادی اونجا ولی اینجا کولر نیست، میگیم آقا کولرو همونجا، کولر یعنی یخو. خب شماره 11 رو براتون بفرستم، چقدر من به شما چی یاد بدم، مردم از دستتون. خب ریاس اوکی، اینم براتون بذارم فعلا دوشنبه که تاریخ اشتباه نکنید. اینقدر بینندای ما ناز نازی هستن که باید لغمه رو چیک 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 خورد کنی بذاری تو دهنشون. خب قرار شد چی بهتون نشون بدم؟ آقای حجیر، حالا من نمیدونم یه حجیر بود چی بود، اون باهاییه که رفته بود کاستاریکا یا آرژانتین، کاستاریکا که شوخی میکردن میگفتن اگه میرین چرا قوتونم با هم ببری، اگه این جوکر نمیفهمین حتما برید چال میدونی یاد بگیرید، یاد میگیرید. ایران، اینم آقای حجیر. نگاه کنید دوستان، فقط ببینید، من این درشت نشونتون میدم. ببینید من وقتی اینو میخونم اصلا یه 5 دقیقه‌ای به خودم میگم خدایا، یعنی ممکنه ما ایرانی ها که اینقدر ادعا میکنیم در قرن 20 هنوز اینجوری باشیم؟ آقای حجیر، اون حجبر یزدانی بود ببخشید، آقای حجیر بهارنین، بهامین یه همچیز. آقای سربی، آیا تا به حال برنامه‌ای درباره غارت و چپاول کشور توسط سپاه پاسداران داشته اید؟ من خیلی مایل هستم ببینم. من براش نوشتم سلام، من و بینندگان منتظر شما هستیم، تشریف بیاورید در این باره صحبت کنید، به امید دیدار شما در تلویزیون. حالا دوستان از این مهمتر، این جواب خود این آقاست. نگاه کنید، تا بهش گفتی آقا بیا، این پایین حالا ببین چی نوشته، این پایین ببین نوشته در این باره صحبت زیاد شده و بسیار هم نوشتن، میخواستم نظر شما را بدانم. واقعا ما ایرانی ها هوشمون اینقدر دوستان؟ تا اونجایی که من میدونم سر کلاس که میرفتی اگه میپرسیدی تا کجا خوندی، اونایی که شاگرد تنبل بودن یه درس میبردن تو را عقب، نمیگفتن ما تا صفحه 60 خوندیم، میگو ما تا صفحه 56 خوندیم. این معمولا معلمی نیامده بود تو میرفت سر کلاس اون یا اینجوری بود. ولی اونی که زرنگ بود دیگه چیزی رو که میدونست خونده بود یاد گرفته بود، نمیمد وقتشو بذاره دوباره
فقط شاگرد تنبلای کلاسن که مثل شما. ببین میگه در این باره زیاد صحبت شده، در این باره زیاد صحبت شده و بسیار هم نوشتن، میخواستم نظر شما را بدانم. نظر من برای شما چقدر مهمه؟ یعنی همه اینایی که به شما گفتن قبولشون نداشتی؟ فکر کردی دروغ میگن؟ خب من امروز میگم آقا سپاه پاسداران دزد، غارت، تجاوز، همه چی. حالا منو قبول داری؟ یا میری تلویزیون بعدی میگی آقا چرا در این باره صحبت نکردی؟ حالا که قبول داری برو ببینم چه کار میخوای بکنی. آقای نمیدونم فامیلیت بهامینه، بهامین، حجیر بهامین. حالا که به یک آدم صادق و خوب رسیدی و این تأیید کرد حرفای اونا رو، تأکید کرد رو شو، نمیدونم به توان دو پاور تو، حالا شما ببینیم میخوای چی کار کن. این حرفی که به این شاولایی ها میزنم هی میفرسن آقا سپاه رفت تو چیز، میگم آقا سپاه قدس سالها جزء لیست تروریست بوده، چه اتفاقی افتاد؟ حالا سپاه هم رفت، بترسید دوستان از روزی که این سپاه پاسداران مثل حماس، مثل حزب الله که در لیست تروریست ها بود، مثل پی ال او اینا بیاد بیرون، بعدم تو انتخابات بیاد شرکت کنه. و شد، فلسطین شد، لبنان شد. شما چقدر باید احمق باشی آقای وحید سعیدی که به ترامپ که به فامیل خودش دروغ میگه به حرفای اون اطمینان داشته باشی، ولی این آقای حجیر آمده میخواد نظر من رو بدونه. آقا نظر من اینی که هرچی اونا گفتن اینا دوز به توان صد هستن. حالا من میخوام ببینم شما برنامت امروز که اینو فهمیدی با دو ساعت قبل که نمیدونستی چه تغییری میکنه. من میدونم چه تغییری، هیچ. شماها یه مش آدمای تنبل بی عرضه نشستید که دیگران بهتون بگن پای راستتو بذار برو تو خلا، پای چپتو بذار بیا بیرون. و آخوندام از این تنبلی شما استفاده میکنه. امروز خانم نایر یه آهنگی رو که قبلا آقای فرخ و خواهر ایشونم برای من فرستاده بود، این آقای دیدمش اینجا تو کبابی البرزم بود، اینقدر موهاش اینجوری بود آدم میترسه وایس بغل دست عکس بگیری، میترسه موهات بره تو چشم، موهاش بره تو چشمت. بله نامجوه، چیه اسمش یادم رفت، این ستار میزنه و میخونه و فکر نمی کنم نه ستارش خوب باشه نه خوندنش خوب باشه، داد میزنه بیداد میکنه نمیدونم. حالا یه شعری گذاشته بود، خانم نیرم برای من فرستاده بود، میگم خب خانم نیر این همونه که تو آهنگاش گفت رضا قلدر تریاکی، اینا نونو به نرخ روز میخونن، اونو درست میکنه برای من و دیگران که مخالف پادشاهی هستیم، اینو درست میکنه برای شما که مخالف آخونده هستیم. ما مخالف آخونده هستیم، ما مخالف پادشاهی هستیم، طرفدار جمهوری هستیم، قدرتی نداریم. من اگر توان داشتم بلندشم برم با یه آخوند در بیفتم که فرار نمیکردم بیام ایران، بیام اینجا. توان ما این بوده که دست بچه‌مون رو گرفتیم در رفتیم. آقا خواستن در حد توانستن توانستن است، یا خواستن در حد توان توانستن است. شما ها نشستید نمیدونم، طرف من زنگ میزنم قطع میکنه در میره، اون وقت میخواد اگر بار دیگر شما چنان کردید من چیزهایی را که نخواستم میگویم. بیا بگو سالها پیش یه احمقی از این نیوجرسی زنگ زده بود توی برنامه که این سوربی خواهرش نیویورک زندگی میکنه و حزب اللهیه. چند سال پیش رفتم نیویورک هم از پرژن پرید یا فستیوال ایرانی ها فیلم برداری کنم، هم اندی شب برنامه داشت از اون فیلم برداری کنم. یه خانمی با روسری اومد سلام علیک کرد به من، گای سوربی شما منو نمیشناسی، من فامیلیم سوربیه، من خواهر شما هستم. گفتم با این بابای ما مثل که خیلی جاها مسافرت کرده. خندید گفت که نه این احمقا فکر میکنن من خواهر شما هستم، اونی که زنگ زده به تلویزیون گفته این خواهرشم. آخه تو چی از من میدونی که من خودم تو 20 سال گذشته نگفته باشم؟ آقای حیف کلمه آقا، آقای با قین، با وجود، بی وجود، احمق، پس فطرت، خاک بر سر، ذلیل، تو چی از من میدونی
که منو تهدید میکنی که اگر این بار چاله میدونی، این بار چاله میدونی، میخوای بگم فلان مادرت که دیگه از اونم بدتر بشه، صحبت کردم، حالا ببینم چه گویی میخوری. برو یه دوتا قاشق گوخوری از رضا پهلوی قرض کن، چون اون دست به گوخوریش خوبه. رضا پهلوی گفته بود به گفته این دکتر نصر احمدی که باید این سربی رو بزنیم. گفتم منظورش از زدن چیه؟ این فکر کرده دو روز رفته کاراته یاد گرفته. گفت نه آقا، بزنم یعنی از بین ببریم. دکتر نصر احمدی، آقا پوفیوز، من که نمیدونم تو کدوم گورستونی هستی. اینی که بغل دست من نشسته، برو نگاه کن، بنویس رضا پهلوی فاصله سربی، ببین من که حرف زدم این بلرزه افتاده، داره آبو میخوره، دهنش خوش شده. وقت تو میخوای برای من گردن کلفتی کنی؟ بفهم. این هم از آقای منتظری گفته بود چرا قوه بفرستیم واسه کاستاریکا. منتظری وقتی که دولت صحبت کرده بود که ما میخوایم دلار رو قبول نکنیم و واحد ین رو قبول کنیم، گفته بود ین چی چیست؟ گفته بودن واحد پول ژاپنه. گفت اوه میخوایم با ژاپنی ها معامله کنی؟ گفت آره. گفت نه این کارو نکنی، اینا همشون شکل همن، شما این جنسو میدی نمیدونی پول از کی بگیری. البته منتظری کسی بود تو آخوندا که انگلیسی هم بلد بود، برین ویدیوشو پیدا کنید، بنویسید منتظری speaking English، با مصاحبه‌ای که با بی بی سی کرد که میگه شبا ما زود میخوابیم که صبح زود بیدار بشیم، همه رو با انگلیسی، چون مردان وایز، مردان آگاه اینجوری عمل میکنن، شب زود میخوابن، صبح زود بلند میشن. خوشبر یزدانی، خیلی ممنون آقای زمانیان. خب میگه خب با شما و برنامه‌تون آشنایی نداره که اینجوری واسهتون مینویسن. خب ما هم خانم همینو میگیم، تو شیراز ما بچه کی بودیم میخواستیم بریم همون فوری بیایم بیرون بریم بازی کنیم، به دلاکی میگفتیم آقا ما خیلی وقت اومدیم، میگه آقا بذار برسی، بذار بخوسی، بخوسی یعنی خیس بشی. آقا یکی به این علاقا بگه احمق، تو اول بیا یه ساعت، دو ساعت، چهار ساعت، شیش ساعت، هزار ساعت برنامه یکی رو نگاه کن، بعد نظر بده، بعد تهدید میکنی. حالا نمیگیم چوب تو فلانت میکنن، چوب تو آسینت میکنن، کسی رو تهدید کردن. میگم طرف به من تماس گرفته آقا بی بریم دنبال وحید سوش کنیم. گفتم آقا ولمون کن، یه بدبختی هم که دو شای پول داره یه ایرانی دیگه میخواد بره سوش کنه. سو کردن یعنی شکایتش کنیم ببریمش دادگاه. و اما خب این لات و لوتا رو بذاریم کنار، بیایم سراغ شما لات و لوتا، ببینیم براتون چی گذاشتیم اینجا که پرونده خیلی قطور شده. برنامه امروز این، ممنون از شما و دوستان. اینجا هم بنویسیم، این هم برنامه کانون آوا رو حتما نگاه کنید. با دو تا از دوستان بودیم، آقای مالک بیت مشعل و آقای عبدالرحمن محمدیان، که اینا هر دو در آلبانی از سازمان جدا شدن و ببینید که چه میگذره. دوستان دیدید که میگن ما نزدیکترین، البته تازگی ها میگن نزدیکترین به ما از لحاظ دی ان ای خوک هست. شاید به همین خاطر اخلاق بعضی همون هم مثل خوکه، کثافت بازی در میاره. ولی از لحاظ نمیدونم مورد اون ژنتیکی بگم چی بگن، میگن ما نزدیک هستیم به این میمون و شامپانزه و بوزینه و همتر، بعضی همون هم شکل اونا هستیم. 98% مثل که ما با اینا مشترک هستیم، 2% اختلاف داریم. حالا من یه فیلمی به شما نشون میدم، شما ببین کدومش انسانه کدومش میمون یا حیوانه، اینو به من خبر بده. 1 2 بگو اولی انسانه یا دومی انسانه. حالا این انسانم ما نفهمیدیم. یک لحظه نگران نشید، اینها یه جایی گفته آقا شیرینی مجانی، طرف بچهش دیپلم گرفته، باباش مرده بوده، میخواسته مغازه رو ببنده بره اون روز، گفته امروز شیرینی مجانی. حالا ببینی، من بهتون میگم این دو جانور رو بهتون نشون میدم، شما به من بگید کدام یک از اینها میشه بهشون گفت انسان. جانور شماره 1
شکل باقلواست. رو زمینم نگاه کنید. خب شما من بگید جانور شماره یک انسانه یا جانور شماره دو؟ من الان میام خدمتتون. یک لحظه. این اون وقتا میزدی invite all خودش میفرستاد، حالا یکی یکی هی چشمک میزدی. بله این هم ماجرای انسانیت و جانور بودن و حیوان بودن و و منم اون خدا چه جانورهای دیده بوده که وقتی انسان آفریده فکر کرده این چه لعبتیه، گفته فتبارک الله احسن الخالقین. سربی شما که خانوادگی چهار تا برادر هستید، آیا شوهر خواهر شما هم مثل خواهرتان حزب اللهی است؟ اولا خدا رحمت کنه داداش کوچیکی ما که کشته شد و نیست، ما حالا سه تا برادر هستیم. ولی واقعا همینه. حالا باید ببینم خیلی قشنگ نوشته ها، اینو سعید نوشته. سوربی شما که خانوادگی چهار تا برادر هستید، آیا شوهر خواهر شما هم مثل خواهرتان حزب اللهی است؟ خودش هم از خنده قش کرده و افتاده روی زمین. و اما آقای زرابی یک ویدیوی برای من فرستاده، نه اون رضا زرابی، کوروش زرابی، آقای علی زرابی که اینجا هستن و سالها من ایشون رو میشناسم و بهشون ارادت دارم. اینو ببینم چیه. آها آها، باز بیایم دنباله همین ببرمتون بندر. و این آقا اگه اشتباه نکنم اهل بوشهر هست، مصاحبهشو با تلویزیون وایس آف امریکا یا بی بی سی و اینها دیدم، ولی نمیدونم. حالا شاید هم شما اینو که شنیدی بعدش تلویزیون خاموش کنی، بگی آقا گور پدر سربی بذار من برم این شیر محمد، بالاخره بابا آخه این چه شهریه، 40 سال دوام آوردیم و ما نمیدونستیم، باید مینشستیم تا این شیر محمد بچه بوشهر یا بچه جنوب میومد میخوند و ما میرفتیم دوز. آخه این چه شهریه، آخوند دوز، رهبر دوز، قاضی دوز، وکیل دوز. بفرم شیر محمد، شیر محمد بنده خدا پولش خوردن دیگه. باقیش همون تکرار مکررات، امو این چه شهریه. ما شیرازیان به امو میگیم ام. خب چی میشه این آهنگ؟ این آهنگاری که میخونن یه خواننده بوده تو آرژانتین، نه پرون بود، کی بود اسمش؟ ایوا پرون فکر کنم. بابا اونا یه بار تو قرن یکی میاد، اونم نه به خاطر خوانندگیش مردم میرن دنبالش، به خاطر هدفی که داشته و میاد به خاطر هدفش جونش رو به اصطلاح ریسک میکنه. خب این خانم طنازی مینه نوشته که سوربی این میمونها در فیلمی که نشون دادی خواستن به ما نشون بدن که هی خودتونو به ما نچسبونید، ما از شما نیستیم، برید گم شید. درست میگید، مرسی مرسی، متشکرم. ولی دوستان تا همینجا بستتونه این شیر محمد؟ آخه این چه شهریه، برید بگیرید، برید بزنید. الان هم دیگه پاسدارا رفتن جزو لیست، آخوند ضعیف. الان 40 ساله من هر روز میگم دیگه این آخرشه. شما چی؟ اینقدر باز نکردیم چمدونامونه که کپک زد. والا ما چمدونی نداشتیم، یه چمدونی خریدیم همون به فرودگاه شیراز نرسیده چارچوبش باز شد. این دوستان کلیمی سر سرا نمازی انداختودن به ما، نمیدونم اون موقع هم چقدر 300-400 تومن پول یه چمدون بود. چه چیز مزخرفی، یه مشما، یه پلاستیک بدی
با چوب و اینها، دو تا قفل زشت، چهار تا هم کلید بهت میدن. بعد میگه آقا این قفل نمیخوام، شما یه بند بده من ببندم دورش. در اصل اینه این آهنگا پول میشه، پول باریکلا. پریشب 14000 نفر در سالن فروم رفتن، آقا حامد همایون دیدن. یه ایرانی بیاد بگه آقا یه قوطی گذاشته بودن شما $100 $50 $4 $30 تیکت خریدی، یه دلار هم بده برای سیل زده ها، بیاد نشون بده $14,000 جمع شده. نه تنها یه نفر برای من نوشته آقای سوربی شما چرا میگید مردم کمک کنن، بگین برن امامزاده ها رو بریزن بعد برن پولاش خرج مردم کنن. اون کسی که بره امامزاده رو دزدی کنه ازش، مثل منو پسرمون میره سینما. امامزاده پیر قید دم مسجد نو، طرف پیرزن و بدبخت پیرمردی میومد پول مینداخت. ما یاد گرفته بودیم اگه آدامس داشتیم آدامس، اگه نداشتیم یه خورما پیدا میکردیم میزدیم سر چوب، از این زری میکردیم داخل، پوله رو بر میداشتیم، یه تومن دو تومن که میشد سینما. ولی این دوست ما آقا مجید از کل میگه ما 40 سال یه دفعه بد شدیم. من میخوام بگم آقا خود شما چشماتو ببند. آقا خوشنودی شما 40 سال پیش کجا بودی؟ آقای وحید سعیدی شما کجا بودی؟ آقای سعید عزیز سم شما کجا بودی؟ خانم تناز شما 40 سال پیش که انقلاب شد کجا بودی؟ 21 بهمن واقعا آدم خوبی بودی؟ 22 بهمن یه دفعه فاسد شدی؟ خب این چه نژاد بدی رو تحویل داده بود شاه که به یه آخوندی که میاد همه فاسد میشین؟ کاکو جودا گولت زدن، چندون اون موقع 20 تومن بود. نه آقا تو مال دوره قاجار داری میگی، چی 20 تومن بود؟ ولی از این که جودا کلک میزدن هیچ حرفی توش نیست. با یه آقای امروز بحث میکردم، آقای به نام نمیدونم شمشیر آزادی، شمشیر فریاد، اینم مثل مجاهده بیچاره در قرن 21 با شمشیره. بعد حالا میارم، آقای چمنارا هم تو این کلکل ما بود، نوشته بود که اینها مثل دیاموند هستن، دیاموند قرمز فلان و اینها. حالا راجع به کی نوشته بود؟ راجع به آقای فاضلی که تا موقعی که زنده بود بهش میگفتن فاضلا، برای که اینو اینجا میشناختن. تو انگلستان دوستان اونایی که میگید این بچهش کشته شده و فلان، اینو شریکش میخواستن سر بیمه کلک بزنن، اصلا فکر نمیکرده بچهش میاد اونجا، چون پسرش باهاش رابطه نداشته. خدا غضب کرده پسره میاد اینجا، اینا بمب هرچی درست کرده بودن بچه میره اونجا منفجر میشه. حالا گیرم که بچهش آخوندا کشتن. یه آقایی که خودش وقتی جوان بوده، این رضا فاضلی طلبه بوده، مثل همون آقای فرود فولادوند، همه اینها مکتب خونه و طلبه و اینها هی رفتن دیدن آخوند بهشون قدرت نمیده، رفتن دنبال شاه، بعد شده هنرپیشه. بعد چه فیلمای بازی میکنه رضا فاضلی، هنرپیشه درجه یک هیچ وقت فکر نمیکنم بود. بعد اومده بود اینجا، اینم چون میرفت کلاس کاراته، حالا 70 سالش بود میرفت کلاس کاراته، بکنم نفرهای پشتش هم میگفتن آخ اینم بو میده، فکر میکرد که خیلی قهرمانه. گفتم بهتون یه دب برنامه داشت، من میدیدمش دیگه با مهران صدری و اینها، یه دب برنامه داشت، بهش گفتم که آقا شما انقدر شکایت میکنی پول نداریم، شما زنگ بزن به این شرکت ساتلایت بگو آقا ما باید پول نصف برنامه بدیم. گفت چجوری؟ گفتم آقا بهشون بگو بیا این برنامه منو نگاه کنید، زمانی که من حرف میزنم از 60 دقیقه 30 دقیقهش فقط دارم این نگاه مردم میکنم به تو هستم نادان. بعد همینجوری این ملنگو و علنگو و زنگوله فروهر و شیر خورشید و اینا مثل خراب بود، بهشون آویزون میکردن همه به کراوا به این به اون. گفتم آقا تو استفاده نمی کنی از یه ساعت برنامه، تو نیم ساعت استفاده میکنی، نیم ساعت پول بده. عصبانی شد. گفتم خیلی خونت به جوش نیاد، ممکنه یه وقت یه طور دیگر بشه. خب What kind of country is this؟ چقدر خوب شدی آهنگو شنیدیم، الان دیگه فهمیدیم What kind of country، تا امروز نمیدونستیم. و اما بیاییم بریم از شیر محمد به طرف ودکا. شما اهل ودکا هستید یا نیستید؟ من ودکا خور نیستم، خیلی خوشم نمیاد. یه جای آبجو نباشه، شراب نباشه، میرم به طرف ویسکی. ودکای رومی
دعوا بر سر مولانا و تهدید تاجر اهل افغانستان در هلند. این مال همین امروز ها، جدید جدید از تنور بی بی سی براتون کشیدم بیرون، یعنی مال 14 آوریل، مال دیروز. خب بیاد اینجا نوشته آقای بدخشانی 36 ساله که 14 سال است در هلند زندگی می کند، برند ودکای رومی را 3 سال پیش ایجاد کرد. میگه آنچنان را آنچنان تر می کنم. این اسلوگنش یا شعارش روی مشروبه اینه، آنچنان را آنچنان تر می کنم. راست میگه دیگه، شما اگه غمگین باشی ودکا بخوری غمگین تر میشی، خوشحال باشی خوشحال تر میشی. وقتی یک تاجر اهل افغانستان 3 سال پیش برند ودکای رومی را در شهر لایه هلند را انداخت، تصور نمی کرد روزی نامه رسمی از شهرداری قونیه ترکیه دریافت کند که خواهان توقف تولید و فروش این ودکا و عذرخواهی از او باشد. این تاجر آقای بدخشانی به بیستی گفت اخیراً مجبور شده برای 3 روز فیلسوف مغازه‌اش برای فروش ودکای رومی در راه را برای آنچه که ارعاب و تهدید از سوی ترک ها خوانده ببندد. او گفت ظاهراً خبر تولید ودکای رومی به گوش یکی از روزنامه نگاران مشهور ترکیه رسیده که برای روزنامه خبر ترک می نویسد. او در مورد ودکای رومی مقاله نوشت و آن را توهینی به اسلام و به مولانا خواند. از خوانندگان روزنامه خواست که این شرکت را پیدا کنند، آن را توهین کنند و ناسزا بگویند. روز بعد دیگر روزنامه‌های ترکیه هم به این موضوع پرداختند و برای 3 روز از خبرهای داغ در ترکیه بود. آقای بدخشانی 36 ساله که 14 سال از در هلند زندگی می‌کند، اینو داره 3 بار گفته، انگار که ما دوچار فراموشی یا آلزایمر یا هفتسایمر شدیم. بله، برند نام تجاری ودکای رومی را 3 سال پیش ایجاد کرد. باورتون میشه 3 بار 4 بار یه چیزی رو میگن که طولانی بشه؟ در هر صورت من یادم سالها پیش این آقای بهار آمد تلویزیون رنگارنگ، تلویزیون رنگارنگ هم اون موقع چلو کبابی یکی اینجا بیشتر نبود، هم شمشیری بود، نزدیکش هم بود، آگهیشون هم پخش میکرد. خب در قبال پولش لابد چلو کباب میگرفت. میز چیده بودن از اینجا تا اونجا. ایشون وقتی آمد بخوره گفت این مال کجاست؟ گفتن مال شمشیری. گفت این شمشیری هیچ حق ترچی کپی رایت و حق نمیدونم فلان به اون شمشیری در ایران داده؟ من گفتم آقا من یکی از شمشیری تهران رو نمیشناسم. اسمش رو شنیده بودم که یکی از اونایی بوده که اوراق قرضه و اینها، گویا پول زیادی به مصدق قرض داده بوده، ولی نمیدونم اصلا خانوادهش باشن یا نه. بعد اونا اگه اینو به ثبت نرسونده باشن، اگه اینو ترید مارک نکرده باشن، اگه اینو رجیستر نکرده باشن، که نمیتونن بیان. مثل اون مردک دیوانه، نمیدونم هنوز زنده است یا مرد از مواد مخدر، این مسعود امینی به من میگه آقا تلویزیون مردم رو من تأسیس کردم. گفتم کجا؟ گفت من یه برنامه داشتم توی رادیویی، اسمش هم یادم نیست، اسمش بود بلنگوی مردم. گفتم بلنگوی مردم چیکار تلویزیون مردم در ویرجینیا داره؟ بعد تو احمق برو مریلند یه تلویزیون بزن تلویزیون مردم، برو واشنگتن یه تلویزیون بزن تلویزیون مردم، برو هوایی تلویزیون بزن تلویزیون مردم، برو همون کالیفرنیا تلویزیون بزن تلویزیون مردم. همین حسیبی دوست که 200 دلار منو خورده، همین به من گفت آقا این اینجوری میگه. گفتم ببین گول اینو نخور، 3 ماه اگه این تلویزیون رو نگه داشت من بهت میدم. همین خانمه هست الان اسمشو گذاشته چیچی تهرانی زرمین، نه زرمینا نه، اسمش سیمین تهرانی بود، حالا یه چیز دیگه گذاشته توی تلویزیونای شاه اللهی برنامه میذاره. این شریکش بود، آمدن خشتک همدیگر جلو دوربین در آوردن. اون وقت این احمق به من میگه که شما چاله میدونی. اولا من بچه شیرازم، چاله میدونی نمیدونم صحبت چی، نمیدونم کجاست. دوما اگه بگی مثل بچهای دروازه قصابخونه صحبت میکنه، برای من بچه دروازه قصابخونه هستم، بچه کلب و شیرم، بچه درشیخم، بچه خیابون آسونه هستم، بچه فرکه خاتون هستم، بچه شیشیگری هستم. خب که چی؟ اگه شما این حرفا رو بلد نیستی، حالا تازه یاد گرفتی، پس باید از ما ممنون باشی که یاد گرفتی که بدبخت همیشه فقط شمران شمال نبوده، جنوبم بوده، همیشه خیابون باقرم نبوده، پایینم بوده، و شما نمیدونستید، شما اینا رو نمیشناختید.
کار کردن خر بوده و خوردن یاوه. 22 بهمن من شاهد غارت و دزدی مردمی از دوستمان آوانس بودند. فرش و صندوق تلاش و اموالش را از خونهش بیرون آوردند. آوانس نازنین انسان دوست در خونه دوستمان پتیک موند تا مرد. تو این مردم 57 سال زیر سلطنت دو تا پادشاه تربیت شده بودن خانم. این مردم روز 22 بهمن بعد از ظهر دیگه مثل که یعنی عوض شد. تازه جمهوری اسلامی تا 12 فروردین و اینا که یادتونه دوران گذار، دوران دولت موقت و از این چوسان فیسانا بود. این مردم 57 سال زیر دست دو پادشاه بودن، پادشاهی که از ملت خودش دزدیده. رضاخان قلدر همچین که قدرت پیدا کرد به وسیله آویزون شدن با اونایی که سیاست بلد بودن، اونا رو زد کنار، زندانی کرد، کشت، از داور گرفته تا نمیدونم بدید اسمشون بلدید. بعد شروع کرد دهات مردم رو تصرف کردن، زمینای مردم رو گرفتن، نفت رو بفروشه پولش بذاره تو حساب خودش. خب این مردم زیر دست اون تربیت شدن. حالا این 40 سال هم این مردم زیر دست آخوندها تربیت شدن. و چقدر جالبه، زیر دست آخوند تربیت شده، میره پاسارگاد، زیر دست آخوند تربیت شده، میاد کل چلو کبابی یا پیتزایی باز میکنه، تابلو میزنه، شما بیا اگه پول نداری من بهت نصیحه میدم، اگه اصلا نداری مهمون من باش، اگه پول تو جیبی هم نداری میخوای سیگار بخری فلان من بهت میدم. خب خراب نکنید آقا. آقا شما پرورش یافته در دوره آخوندا هستید، ولی چرا اینجوری میشه؟ ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. اینا این کارا رو کردن، مردم خوب شدن، مردم آگاه شدن. اونا انقدر ماشاءالله خوب بودن، ما گفتیم آقا خوب بودن خوب نیست، ما میخوایم بد باشیم. آخه نمیخونه حرفایی که میزنی. بله اسم ارمنیس، بله آوانس، آوانس، ببخشید آوانس، من این را اینجا با ادوانس و آوانس و اینا خوندم، آوانس، بله خیلی ممنون. و بریم Another flood in شیراز. باورتون میشه دوباره در شیراز سیل اومده؟ این سیلیه که هیچ کدوم از شما تا حالا ندیدید مگر خبرگزاری تلویزیون مردم و ببینید. شما فقط فکر کنید این بیچارهایی که تو این ماشین هستن چجوری حالا باید جون سالم از این به در ببرن. نگاه کنید، بذارید من کمرهای دور رو براتون روشن کنم. این سیل همین امروز صبح آمده. چه ناز این آقا کوچولو. بله اینو باید بفرستم برای خانم شکو میرزادگی و دوستان دیگه. یه دوستی دیروز یه مقاله نوشته بود جالبه، گفتم آقا از این که این آخوندا مدیریت نداشتن، دزدن، پدر سوخته هستن، اینا هیچ حرفی توش نیست، ولی هر وقت تونستید چاره‌ای برای این سیل و طوفان و والا همینجا دیروز آقای عزیزان آگوستا هست کجا جورجیا 8 ساعت با اینجا فاصله داره، ازش بپرسید طوفان اونجا چه کار کرد، دیشب هم اینجا طوفان بیان ببینید درخت ها رو چه کار کرد. ولی اگه حرف زدیم گفتیم آقا این یه مشکل جهانیه. یه سری یه فیلمی هست برید پیدا کنید، یه جایی رو توی آلاسکا و اینا درست کردن که از هر خوراکی، از هر چیزی، مثل کشتی نو، ولی این حقیقت داره، از سید یعنی از دانه مثلا این میوه، از دانه گندم، از دانه فلان، اینا رو گذاشتن گفتن اینجا چون سرد و فلانه اینا میمونه، اگه آخر دنیا شد یه جا نابود شد اینا ما چیز میکنیم. که البته خودشون به شوخی گفتن خب همه اینا رو نگه داشتی، اگه آدمیت باقی نمونه چی میشه؟ پس باید یه زن و مردی رو سرد کنید بذارید تو فریز، تو چی بهش میگیم، یخنو. گفت این داره یخش باز میشه، دیشب داشت میگفت، فکر کنم تو 60 مینیت بود، گفت این داره یخش باز میشه. حالا دوستان نوشتن این از دوره هاشمی رفسنجانی بوده، اون از دوره فلان بوده، خب هرچ بوده، اصلا شما درست میگی،
چه باید کرد؟ نمیدونم. بله 22 بهمن که هنوز تموم نشده بود، همون مردم رژیم شاه بودن. باور نمی کنید که گروه دیگه افسران را تیکی تیکی کردن، که دوستمان یکی از افسران را از شورت شناخت که به ما گفت دیروز 21 بهمن باهاش در حمام بوده. این آقای فضائل عزیزان تا اسمش را آوردیم مثل جن حاضر شد. آقای عزیزان خوشحالم که اینجا هستی. اون طوفان آگوستا و جورجیا و اینها به شما صدمه ای نزده باشه انشالله. خب اون آقایی که گفتم بهتون داوود سپهر هست. حالا این سپر رو نمیدونم، بذارید ببینم چجوری به نام شمشیر. پرژن سورد یعنی شمشیر پارسیان. آقا اولا یادونه وقتی که ایمیل و اینا آمده بود و مردم فکر میکردن میتونن از هم قایم باشن و پنهان باشن، خودشون اصلا تبلیغ میکردن که اسم حقیقیتون رو ننویسین، تاریخ تولد حقیقیتون رو ننویسین. حالا همه این کارها رو ما انجام میدیم خودمون با دست خودمون با پای خودمون، به غیر از این بانک و ادارات و اینا همه اطلاعاتمون رو یه دفعه میده به یه شرکتی و فلان، میگن اوپس اشتباه کردی. خود من مثلا اسم گذاشته بودم چموش @aol.com چون سگ یکی از دوستانمون اسمش چموش بود. ولی آقای پرژنسور شمشیر پارسیان دیگه الان گذشته عهد اون دور و زمان، الان مینیسه سوربی @gmail.com چون دوتا سوربیه، اون سومی میذاره سوربی سه، اون میذاره چهار، اون میذاره پنج، اون میذاره شیش. خب ایشون نوشته که بله از اینکه از من دعوت نمودید تا در برنامه تلویزیون شما شرکت کنم بسیار سپاسگزارم. متاسفانه من گوینده خوب و یا یک چهره تلویزیونی نیستم، اما در پی دعوتی که از جانب شما شد وظیفه خود می دانم که پاسخی به پرسش های شما بدهم. در نوشتار کوتاهی که همراه فیلمی که در مورد دکتر سکویی بود توضیح داده بودم، اهمیت در آن نیست که چه کسی در این مورد گفتگو می کند، مهم اسنادی می باشد که اون نشان می دهد. همانطور که در فیلم مشاهده کردید شهرام همایون، تبرزدی، بهرام مشیری مورد بحث بودند که هر سه هر روز پای جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم نشستن. آقای داوود سپهر دوست عزیز، اولا اون فیلمه را شما برو تیترشو بخون، نوشته بود سرنوشت دکتر سکویی. من فکر کردم یا مرده یا اینم همکار سپاه در اومده. آخه شما تایتل علکی میزنی که مردم تشویق بشن بشینن این مرده که دیوانه تر از من رو گوش کنن، تقصیر شماست. ویلا شما میگی من گوینده خوبی نیستم، نویسنده خوبی هم نیستی. شما کسی که بیاد مردم رو، دوتا آدم رو، آقای فاضلی و یا آقای دیگه که من نمیشناسم یا الان شاید مغزم اجازه نمیده فکر کنم، اینا رو بگه اینها آدمهای گرانبهایی هستن. مگه آقا بازار برد فروشاست؟ گرانبها، بها دادن به چیزی، قیمت گذاشتن به چیزی، انسان گرانقدر میشه ولی گرانبها که نمیشه که. آره این بردهه دندون نداره، بهاش انقدره. این آقای فاضلی توی 70 سالگی هم کاراتو بازی میکنه، کل ملاق میزنه، خیلی گرانبهاست. بعد آقای چمنارا آمد. آقای چمنارا میگه آقای سوربی شما مسئولی که این کار رو انجام بدی. میگم آقا شما کلمه مسئول، خدمت، وظیفه و اینها رو به جا استفاده نمی کنید. بعد ایشون نوشته شما درست میگیم کلمه مسئول بردار. گفتم نه عزیز من، بنده تو مخابرات که بودم به هم یاد دادن که شما نکترم باید، چرا میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. میگه آقا اگه طرف قرار اعزام کنن شما این نکته رو اگه نظری اعدامش میکنن، اگه قرار نمیدونم اعدامش کنن نقطه اضافی بذاری اعزامش میکنن. خب نقطه ها رو سر جاش بذارید، کلمات رو سر جاش بذارید، شماها میخواین ادعای رهبری مملکت رو انجام بدید. بعد برای این آقای سپهر نوشتن آقا تا افراد فرهیخته ما شماها هستید، آخوند 40 سال که خوبه، 400 سال دیگه هم اینجاست دست کم. خب بریم ببینیم چی میشه. ارزان ترین اتومبیل 2,650,000. پول داری؟ بیا جلو بریم ببینیم. این آقای فرهاد پارسی هی ماشیناشو به رخ من میکشون. گفتم آقا من همین یه ماشین قرازه‌ام که دارم میخوام بفروشم، با اوبر و لیفت برم این ور اون ور.
حوصله داری رانندگی کنم؟ تازه حالا رانندگی چی؟ بیام یه ماشین گرونی بخرم بذارم تو گاراژ، هفته یه بار تمیزش کنم. خب من اگه بخوام ماشین تمیز کنم، میرم ماشین دیگران رو تمیز میکنم، پول میگیرم ازشون. چرا این ماشین لعنتی تو گاراژ هی برقش بندازم، هی تمیزش کنم؟ نگاه کنید پولاتونو بردارید بیام. 2,650,000 دلار. واحدة من خمسة في العالم. هذه هاي نسمع سعرها كم؟ هاي 12 مليون. خب این دوتا عرب دارن قیمت رو با هم مشخص میکنن. چنه چونه این فراریه مسکه. آره این اسب علامت ایتالیا و فراری. این ماشین فراری. ما از کسی نمیخوایم فرار کنیم، ترسی نداریم. ما با طرف به شهامت زنگ میزنیم، احمق قایم میشه تو خونش. بیا سیاره سیاره. عربا به هواپیما میگن تیاره، به ماشین میگن سیاره. اینم یه سیاره دیگه. این کلمه سیاره سیر اینا از با هم میاد، سیر و سیاحت و اینا. چون شما سوار ماشین میشی میری سیر و سیاحت. خب آقا این ماشین هر کسی که میخره بعدم میاد یه پلنگ و یه شیرم هی میندازه بغل خودش، هی میره تو خیابونا قر میده. ما نه آقا قرشو داریم نه پلنگشو داریم، اینو میخوایم چیکار؟ نمایشگاه فالنتاین ما. منظورتون والنتاینه، شما میگین فالنتاین، اب نداره. خب میگه دست روی سیم ها بکش و بنواز. شما در این بهبویه کجایی؟ حتما اونایی که من رو میشناسن میدونن که من یه مدتی تار میزدم، بعد دیدم آقا چیز ندارم، استعداد ندارم، دیگه نباید خودم رو اذیت کنم، نباید استاد بیچاره رو اذیت کنم. آمدیم و گفتیم به جایی که اینقدر بد بزنیم و سردرد بگیریم، خب میریم هر کی تار خوب میزنه گوش میکنه. من تار معلم، اولین معلمم آقای داوودیان بوده، کاظم داوودیان. دومیش آقای مجد بوده، سومیش آقای لطفی بوده، چهارمیش اون آقای میرجلالی بوده، پنجمیش دیگه کی بوده. ولی همشون مدت کوتاه، چون آدم کم حوصله‌ای هستم، خدا هم به هم هنر نداده. ولی بفرما هنر نمیخواد. نشستیم امروز آمد این. بفرما نگاه کن ببینم صداش میاد یا نه. اینجاست. با ماوس خیلی مشکله، دیروز تولدت مبارک رو میزدن. ولی صداش مثل چیزیه که چینی ها دارن یا ژاپنی ها دارن. میدونید که سیتار هم که مادر همه این تارا هست، مال هندی هاست که بغلش میکنن، اینقدر سیت هم تار داره. مال ما از بس دروغ میگیم سه تا تار داره، میگیم سه تار ولی چهار تا تار داره، یکشو پنهان میکنیم، قایم میکنیم. اصلا ممنونم. ایشون نشته ما در این بوهبوه کجا این دست روی سیم ها بکشید و بنوازید. ربط تایتل یا تیتر رو با این نمیفهمم. و بزرگترین هواپیمای جهان به پرواز درآمد. چند مدت پیش بود گفتن یه هواپیمای دو طبقه بود، 380 بود، چی بود، هی گفتن اینجوریه اونجوریه، هنوز اون نیومده و پرواز نیومده. خب خبر اون هواپیمای 737 فهمیدیم که الان زمینگیر شده، کلی از پروازها هم به تاخیر میفته و اینها. ولی این خبر جالبه، بزرگترین هواپیمای جهان به پرواز درآمد. بزرگترین هواپیمای جهان که راک نام گرفته، راک یعنی سنگ، ابعادی به اندازه ایستگاه فضایی بین المللی داره. اینم یکی از خریت این نویسنده است. حالا من و شما چند تامون میدونیم که اندازه ایستگاه فضایی بین المللی چقدره؟ خب بگو آقا اینقدر متر مربع، اینقدر متر مکعب، اینقدر نمیدونم طول و عرض داره. وزن آن حدود 250 تن است. خب شانس آوردیم نگفته وزن آن به اندازه یک هکتار، وزن یک هکتار مثلا گندم است. سیل در ایران کشته ها به 76 نفر رسید و خسارت از 30,000 میلیارد تومان گذشت. بریتانیا
مرگ یک کمدین بر روی صحنه. فکر میکردیم این صحنه هم بخشی از نمایش است. بعد که فهمیدیم حس خیلی بدی داشتیم. حدود 5 دقیقه در حال خندیدن به او بودن. من وقتی بچه بودم یه چیزی خوندم، اشک دلغکی هم چیزی که آمده بود طرف رو صحنه به مردم بگه که همین الان به من خبر دادن که مثلا همسرش فوت شده یا بچهش فوت شده و من نمیتونم برنامه اجرا کنم. بعد مردم شروع میکنن ازش خندیدن و اینا. این هرچی هی میگه والا بلا حقیقت رو میگم، بعد هی مردم بیشتر میخندن، میگن چقدر قشنگ بازی میکنه. چند روز پیش یه فیلمی رو من گذاشتم رو فیسبوک که یه آقایی در این نمایش های ایرانی که میان مثل امریکا گات تالنت، مثلا امریکاز گات تالنت AGT، مثل این میشینن 4 تا هنرپیشه و خواننده و هنرمند نظر میدن که این هنرش بیشتر از اینه. بعد به یه جایی که میرسه مردم نظر میدن اینها. یه نفر آمد با لکنت زبان صحبت میکرد و گفت که این تصادف کرده، لکنت زبان گرفته و فلان اینها. اون خیلی جالبه، اگه بتونم پیداش کنم توی برنامه براتون نشون میدم. میگه کسی که اشک تمام حضار رو در آورد، حتی اونایی که اونجا به اصطلاح جاج بودن یا قاضی بودن. بذارید این مطلب رو براتون بخونم، ببینیم این کمدین بر روی صحنه بریتانیا چگونه به اصطلاح بله. میگه یک کمدین بریتانیایی روز پنجشنبه در حین اجرای نمایش دچار ایست قلبی شد و جان سپرد. ما اینو باز کنیم که ایست قلبی به اون دست نده و جان سپرد. با این حال برای مدتی تماشاگران فکر میکردن بی حرکت ماندن او روی یک صندلی بخشی از نمایش است. ایان کاگنیتیو در حال حکایت یک جوک درباره بیماری بود که بعد از یک حمله قلبی هوشیاریش را به دست می آورد. تصور کنید که بیدار می شوید و می بینید که به زبان ولزی حرف می زنید. او همچنین روی صحنه درباره سلامتی خودش جوک گفته بود. تصور کنید که همینجا روبروی شما بمیرد. چند دقیقه بعد این کمدین 60 ساله خودش را روی یک صندلی می اندازد، گویی دچار مشکلی شده است. تماشاگران حاضر در سالن این وضعیت را به عنوان بخشی از نمایش محسوب می کنند و همچنان به خندیدن ادامه می دهند. اما چند دقیقه بعد که هیچ حرکتی از ایان کاگنیتیو دیده نمی شود، یکی از همکاران او وارد صحنه می شود و می بیند که او نفس نمی کشد. پرسنل حاضر در سالن تلاش می کنند تا با ماساژ قلبی به او کمک کنند تا آمبولانس برسد، اما پیش از رسیدن آمبولانس اعلام شد که او جان سپرده است. این هم مرگ روی صحنه. ولی شما ببینید چقدر شانس یا ضریبش چقدره که شما درباره یه بیماری صحبت کنی که رفته کما، حالا که برگشته به یه زبان دیگه صحبت میکنه، بعد درباره بیماری قلبی صحبت کنی، بعد همون زمان شما قلبتون وایسه. مثل اینکه الان من بگم قلبم گرفت، داریم راجع به قلب و درد و بیماری و مرگ میگیم، و شما بگین این سوربی هم داره نمایش در میاره، بگم نه والا قلبم گرفت، یکی زنگ بزنه آمبولانس و بمیریم. اینا رو ضریبا و اینا رو من نمیدونم چجوری میشه حساب. حملات مخالفان به ترابلوس 121 کشته و 561 زخمی در 10 روز. و اما حملات مخالفان به ترابلوس، ترابلوس مال کجا؟ یادمون رفت. بله در لیبی. این تریپولی که نیست که، تریپولی رو نه، ترابلوس. میگه که اینم برای اونایی که آقا چرا تونس ما نتونستیم، چرا لیبی تونس ما نتونستیم، چرا عراق تونس ما نتونستیم. تونستن این بدبختا هم ببینید به چه خفت و خاری افتاده. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در جهان درگیری های 10 روز گذشته میان مخالفان و نیروهای دولتی در لیبی دست کم 121 نفر کشته و 561 نفر زخمی شدند. این درگیری ها میان نیروهای خلیفه
هفتر که بنغازی را در کنترل دارد با نیروهای دولتی که در ترابلوس پایتخت لیبی مستقر هستند رخ داده است. اون بنغازی یادتونه که همون جایی که اصلا سفارت آمریکا اونجا نباید می بوده باشد، سفیر رفته بوده اونجا و سه نفر دیگه کشته شدن. هیلری کلینتون یه دلیلی که شاید انتخاب نشد همین ماجرای بنغازی بود. بله، میگه مثل عقاب ایران که مرکب سر جاش وایساده بود یک دفعه تنپید رنبید. بله، این آقای روانی، تیمسار روانی وایساده بود داشت به مردم دستور میداد که بیان بیرون فلان، اینا افتاد. جالب اینه که همسرش که میاد به همسرش دروغ میگه، میگه کلام افتاد. آقا فیلمش هست، خب نذارید. آقا من اگه یه دفعه حالم بد شد آمدم جلو تلویزیون، باید دوستان، داداش من، فامیل من بگن این کارو نکن آقا، آبروریزی میشه، جلو دوربین میمیری. در صورتی که خب مردنم یه چیزیه، یکی از قسمت‌های زندگیه. مردیم هم که مردیم، فردا دیگه یادمونم، شما یادتونم نیست. حالا صحبت از یاد و فردا و اینا، هم امروز که یادتون هست حمایت فراموش نشه. و اما بریم خبر بعدی. خیلی براتون چی گذاشتم، فقط بتونم همه رو پیدا کنم و ببینم و چه میشود. این رو آقای آریان پور فرستاده، یک لحظه با من باشید تا ببینیم آخه این چه وضعه. آها، شما این خانم جوان رو نگاه کنید دوستان، از خودتون خجالت بکشید. آقای داوود سپه، آقای ایکس، آقای ایگری، آقای رهبر فلان جنبش، این خانم در ایرانه، سنش رو نگاه کنید، فکر نمی کنم ایشون 40 سالش باشه. ببینید چجوری صحبت میکنه، نگاه کن. ببینیم آخه این چه وضع جامعه‌ایه، این چرا اینقدر معضلات، اینقدر مثلا دیوار کشیدن بین مرزا، چرا اینقدر مواد وارد میشه، چرا اینقدر راحت همه پرتقالا و گوشت و مرغ و بره و گوسفند ما رو به این راحتی میبرن، همش دروغ به ما تحویل میدن، این همه اختلاس، یعنی هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره؟ چرا از مردم کمک نمیخوان؟ این مردمی که همیشه توی صحنه بودن، این مردمی که هر وقت گفتن رأی بدید رأی دادن، هر وقت گفتن جون بدید جون دادن، هر وقت گفتن بچهای 13 ساله و 14 ساله و 20 ساله رو جلوی تیم فنگ بفرستی فرستادن، از هیچی دریغ نکردن، انقلاب کردن، جنگ کردن، جلو این همه تحریم وایستادن. حقشون نیست که الان تو صف مرغا گوشت کیلومتری وایستن، به خاطر چی؟ چه باید اینجوری وایستین؟ نگاه کنین، نگاه کنین، شما کیلو 11 تومن بوده الان شده 140,000 تومن، کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟ بله اومدم بخرم، نمیتونم بخرم، جیبم پر از پوله، نگاه کن نمیتونم بخرم. وقتی نگاه میکنم کیلو 11 تومن بودش 140 هزار تومن شده، چجوری بخرم؟ خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده، مثل سابق نیست مسلم. بله کمی میخوام، خیلی کم بگیرم برای خودمون، فقط برای خودمون میخوام بگیرم، برای مهمون نه. تست متوسطش 10 دلاره، 10 دلار حساب کنیم میشه تقریبا 130 خورده‌ای تومان میشه، 130,000 تومان میشه، با خرجاش تقریبا 150-160 تومان میشه. ببینید یه چیز ساده بگم، حقوقا رو میدونی که چقدر شما، وقتی من حقوق با نشستگی اینا مثلا 2,000 تا 2,000,000 تومانه چه بهم میدن؟ روزی 70 تومان. دست خرید که خیلی کمه، خیلی همه میدونن کمه، از موقع که خیلی گرون شده یه سر دو ساره تأثیر گذاشته روی خرید شما؟ بله رو همه چیز تأثیر گذاشته. اومده بودم مخصوص همین که آجیل بخواهیم و نمیتونم برم به خود تخمه این و خوچی کشمه چه دیده رو بچه ها بگیرم برم. از احتمال مثلا آجیل نداریم دیگه، میخواستیم داشته باشیم، نمیتونیم با این بس ماما دیگه، خدا خودش کمک کنه و برکش الله یه وسیله جور شه که یه ذره قیمت ها مناسب تر شه. اینجا که والا خیابون شیشه، ارزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمونو در روزه بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه، اونم نتونستم بسه، واقعا به ولای نگرم بخوام باشه دوربین به شما بگم، نه نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌ام چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تو شکم زن و بچه‌ام؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزون‌تره، شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد.
واقعا این حق این همه مردم صبور و فداکار نیست. چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ چرا مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن؟ بسیار این خانم قشنگ صحبت میکنه، ولی یه چیزی رو فراموش کرده. خانم مسئولین به شما میگن نخورین، خودشون میخورن، از اون ور دل در میگیرن، ولی به شما میگن نخورین. پس شما کاری به مسئولین نداشته باش. مسئولین به فکر شما نبوده، نیستن، نخواهند بود. خودتون به فکر خودتون باشین. تحریم کنین، یه سری یه مدت چیزا رو نخرین، ببینید چی میشه، شاید بازار عوض بشه. چجوریه که هممون اینو ولدیم؟ در انگلستان شیر گران شد، مردم شیر نخریدن، فردا مجانی شد، ولی به ایران که میرسه میریم دست به دامن آخوندهای جاکش میشیم. فوش دادن خوشتون اومد، پول بفرستید، پیروز شدید. سربی به آخوندها گفت جاکش شما پیروز شدید. چقدر ما باید خر باشیم، چقدر باید بیننده احمقی باشیم که بشینیم پای تلویزیون اون آقای بیوطن، آریان بیوطن، اون آقای شهرام همایون، اون آقای ایکس، اون آقای ایگری فوش بدن و ما لذت ببریم. بعد به یکی بگیم آقا شما چرا فوش نمیدی؟ میگم آقا قرم ساب، اینا که فوش دادن تو چه گویی شدی که من فوش ندادم؟ خوشتون میاد فوش چاله میدونی؟ بفرما لذت ببریم. تلویزیون ایرانی در آمریکا قرن 21، بفرما لذت ببریم. ولی این خانم یادتون باشه حرف درو، من نمیدونم این خانم، من سن نمیشناسم. خانم شما که لیافه خانم ها رو بهتر میشناسید، این خانم 30 سال داره. خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن. چرا همش ما میترسیم حرف بزنیم؟ اصلا بیان اگر فکر میکنن که 10 نفر 1000 نفر آدمای مثل منو که اگر بی پرده حرف بزنن بگیرن ببرن، ما حاضریم. مگه این اسم اسلامه؟ حضرت علی میگو انقدر کسی که جلوی من نشسته باید بی پرده بتونه حرف بزنه، بدونی که بدنش بلرزه، بدونی که دستش بلرزه. این همه هدفهایی که میخواستیم به اینجا برسیم، ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچاپن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن. آفرین به این خانم. و آقای اکبری میگه آقا تقصیر خود مردم است. در کشورهای دیگه اگه گرون بشه مردم تحریم میکنن، در ایران هرس میزنن واسه خریدن. من حساب کردم ما در آمریکا با همین دلار اگه بریم ایران، این آقای خوشنودی میگه، میگه من با همین دلار اگه برم ایران اونجا هم نمیتونم چی بخرم، گرونه. بله درست خوندم؟ و خیلی از این اینجا گرونتره. میگن عدالت رو رعایت کنید، یعنی همونقدر که به ترامپ و بقیه فوش میدید به آخونده هم بدید. نه آقا، قرار نیست من وقتی گفتم ترامپ شارلاتان بعد بگم آخوند شارلاتان، سپاه شارلاتان فلان. من یه چیزای امروز مد نظرم به اینا میگم، شما در موردش فکر میکنی یا با من هستی یا نیستی. مثل این میمونی که شما بگی وقتی میای سر کلاس حساب فنی درس فنی درس میدی، برای ما جوکم بگو. کار من جوک گفتن نیست که، کار من درس فنی، حساب فنی، ریاضی، نمیدونم رسم فنی اینه. اون احمق میاد براش میشینه فوش میده از اول تا آخرش. بزن اون کانال، بزن این کانال. خسته نباشید. خیلی ممنون آقای یوسفی، مدت نبودی غیبت تو نوشتیم. دوستان چرا حمایت نمیکنید؟ واقعا خسته شدیم از بس ما هی گفتیم و شما هم حمایت نکردید. یعنی هر کدوم داریم کار خودمون به نحو احسن انجام میدیم. ما میگیم، شما هم همون کاری که انجام میدادید حمایت نمیکردید دوباره انجام میدید. چیکار کنیم؟ خب یه پیامی یه دوستی گذاشته، من اون روز میخواستم اینو پخش کنم نتونستم، حالا فکر کردم پیداش کردم، اشتباه کردم پیداش نکردم. بذارید ببینم اگه بتونم پیداش کنم و یه زنگی هم به این دوستمون بزنیم. نه پتیک نبود، فکر کنم 949 بود. عجب ما اون وقتها حضور ذهن داشتیم. این شاید این باشه. اینم میگه فیسبوک، این انقدر دوست ما آقای خزائی چی میفرسه تمام سیستم ما رو ریخته به هم. هرچی هم بهش میگیم برادر عزیز، پسر خاله، دوست گرامی، خودتو محدود کن به 3 تا خبر و حساب کن. آقا این سربی دیوانه 20,000 نفر که همشون هم برنامه اینو متنفرن باهاش در تماسن، اگه هر کدومش 3 تا بخواد بفرسته میشه 60,000.
بعد حساب و ریاضی بلدی، 24 ساعت ضرب در 60 دقیقه ضرب در 60 ثانیه، ببین من چجوری میتونم به 60,000 تو اینجوری برسم. بعدم زحمت نمیکشی حتی تیتر بذاری، برای من لینکشو میفرسی، من موندم و حالا من موندم و اون مونده و کلی خاطره. یاد تو این آهنگه، کاش که این شماره رو نوشته بودم به این دوستمون زنگ میزدیم. 424 نبود آقای سعید خان، پلی مسیج بزنیم این بود یا این مرد چیز بود، آقای خسرو بود فکر، این خسرو بود، جوابشو دادم. درود بر شما جناب آقای صوفی گرامی، خسرو هستم. من از مدت ها این خسرو پخش کردم، این نیست، 424 نیست، به احتمال زیاد 949 بود، مال کانال کالیفرنیا دیگه، نمیدونم حالا بتونم پیداش کنم یا نه. و امروز آقای مینویی ممکنه برنامه نداشته باشن، چون وقتی برای من پیغام گذاشتن صداشون به حدی به اصطلاح از لحاظ سرماخوردگی بد بود که من گفتم خدا به دادش برسه. فلو به شدت تو آمریکا جاریه و هر کی رفته واکسن فلو زده امسال اون بیشتر گرفته. اینا هم دیدید که هر سال میری میزنی، وقتی که میزنی میگن این یه تریس نمیدونم به فارسی چی میگیم، یه تریس دیگرش دوباره اومده فعال شده. بله میگه که من نمیگم اینو، این در ماجرا رو از قول وحید سعیدی شاولایا که میگن همه مزدوران گفتم. آقای سوربی اطلاع رسانی شما با دوستان ضعیف شده. ای بابا دست شما درد نکنه، ما قبل از برنامه میایم می‌نویسیم کی شروع میکنیم، تو این برنامه میگیم برنامه ما دوشنبه، چهارشنبه، شیشنبه، روز جمعه است، ساعت 2 بعد از ظهر وقت چیز دیگه، چه اطلاع رسانی. خب اینه، نه اینم نیست، حالا بذارید خبر بی بی سی رو براتون بخونم. این ودکای رومی بود دیگه، پاکش کنم. این آقای خزایی حالا دو سه تا تلفنم داره، یکیش با 949، یکیش با 760 فلانه، یکیش با فیسبوک، فیسبوک هم کرده دو تا اکانت، بعد از این میفرسه، از اون میفرسه، از این میفرسه، از اون میفرسه. من میبینم یه خبری رو شما 4 بار فرستادی، بعد 20 تا خبر ردیف، تا 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 80 تا خبر تکراری. نکنید این کارو، برنامه تکراری بشه مردم گوش نمیدن. سوربی حواست به خودت باشه، این شعبون بی مخاره ول کن، برنامه اگه تکراری شد پتیک نق میزنه، میگه آقا ول کن اینا رو. سعید نق میزنه میگه آقا اینا آشغالن، بریزشون تو سطل آشغال، چرا هی اینا رو به ما نشون میدی؟ کم کم نفسم داره میگیره، خیلی گرم شد. خب حیفه که من این نوا به اصطلاح این پیام رو براتون پخش نکنم و با این آقا هم تماس نگیرم. بله 786 هم مال اون دوستمونه، بعد ایشون وقتی هم میفرسته من دیگر نمیفهمم تکسته یا پیامه. دوباره 760 منم کم کم باید نصف پول رو از چیز بگیرم. ها شاید این باشه، شاید این باشه، ببینم یکی دیگه. آقا شما گفتی که به انگلیسی گفتی و پاستم تجربه کردی، گفتی این آقای محمدی دیوانه، تو چقدر دیوانه که از دیوانه دیگه که صحبت میکنی. من توی یوتیوب میدم برای این بار مثلا از بانی ایرانی ها تماشا میکنم. آخه باید نگاه کنید دوستان، اون خانمی که میگه که این آقا برنامه شما رو نگاه نکرده، ما میدونیم، طرف میگه من اولین باره که ایرانی ها رو نگاه میکنم، اولین نمیگه اولین بار تو رو نگاه میکنم، میگه اولین باره که ایرانی ها رو نگاه میکنم. بعد میگه تو گفتی این محمدی دیوونه است. حالا من نمیدونم کدوم محمدی، چون ما محمدی و دیوونه زیاد داریم، باید شماره بذارید. بذارید ببینم یه تماسی میتونم با این آقا بگیرم، شمارش اینجا بنویسم برای شما بخونم، همتون
949. نه بابا شماره مردم که به شما نمیگم. اوکی، چه شماره ردیفی هم داری. خب بذار ببینیم این میذاره ما زنگ بزنیم یا اون تلفن رو بیاری. این تلفن دوستان از این چیزا بخرین روی مانیتورتون و اینها، اگر گرد میشینه، گرد و غبار و خاک، اینجوری تمیز کنید خیلی خوبه. مخصوصا سعی کنید از یه طرف شروع کنید برید آخر، مطمئن بشید مانیتور دومی رو هم تمیز میکنید، مطمئن بشید مانیتور سومی رو هم تمیز میکنید. این از این. و اما این تلفن رو هم ما اون روز تو برنامه نشون دادیم، گفتیم آقای خسرو بهرامی شما اگه میخواید تو برنامه صحبت کنید، ایشون چند ساله گفته میخواد بیاد یه خبرهایی رو بگه، نمیان، آقا همت ندارن. همین آقای خزایی چند ساله میخواد یه برنامه رو بذاره، میگم آقا این خبرها رو که برای من میفرسی هر کدومش رو یک بار توی پیام بخون من پخش میکنم، هر کدومش که دیدم بار برنامه‌م جوره. حالا بذارید من این چیز رو بزنم و بخونم و بله 949 دیگه اینو نمیگم. صدا میاد؟ خوشنودی میگه آقا اینا جواب نمیدن، بی خود به اینا زنگ میزنی. راست میگه همشون. هلو بیا 949 آقای دیزاینر سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. شما چند روز پیش لطف کرده بودید برای اولین بار در زندگیتون یه تلویزیون ایرانی رو دیدید، تا تلویزیون ایرانی و صدای آشنا رو شنیدید لطف کردید پیام گذاشتید، ولی جالبه این شماره تلفن 703 ما رو از کجا گیر آوردید دوست عزیز؟ بماند، خوشحال میشم با شما صحبت کنم. من اصلا نفهمیدم شما منظورتون کیه، کدوم محمدی رو من گفتم دیوانه است؟ آیا شما رفتی تحقیق کنی ببینی دیوانه نیست؟ حتما با من تماس بگی. شماره تلفن خوب ما اینجا هست 202-695-2573 202-695-2573. خوشحال میشم با شما صحبت کنیم و خوشحالتر میشم برنامه ما رو بیشتر ببینیم. خیلی خیلی خوشحال میشیم وقتی شماها میایین و مخالف هستین. مرسی عزیزم، روز خوبی داشته باشید. اگرم ویرجینیا بودی برات یه چند تا کار دیزاینینگ و اینا پیدا میکردم. مرسی. خب میگه حتما جواب نده، حالا جواب نده، جواب نده کنف بشیم. چرا نه، جواب داد دیگه. تلفن مال کارش بنده خدا آمده، خوب اقلا شماره شو پنهان نکرده، یا شادم وقتی دیدیم اینجوری صحبت کرده فهمیده ای داد بیداد یادم رفت لاک کنم شماره رو. این تلفن رو بذاریم اونجا. این تلفن رو من سالها پیش خریدم $10، چقدر خوب کار میکنه، از کیمارت، کیمارت بستش اون وقت برای تلویزیون. اینو برداشته بودیم، این سیمش هم کنده بودیم، یه چسب زده بودیم اینجا، میشد یه تلفن استدیوی خیلی خوب. یه تلفنای هست خیلی گرونه، اینایی که سمینار دارن و اینا استفاده میکنن، نقل $1,000-$2,000، ولی وقتی صحبت میکنن عین این میمونه که طرف نشسته در اون سالن حاضر. خب بریم با سراغ چیزای دیگه. اینو پیدا کردیم، پس این آقای دیزاینر که ما گفتیم محمدی دیوانه است. بعد این چه جالبه، میگه شما چقدر دیوانه هستی که به اون میگه دیوانه. آقا شما چقدر دیوانه هستی که یه دیوانه ای به یکی گفته دیوانه، توی دیوانه تر از این دوتا زنگ میزنی به اونا میگه دیوانه. آقا ملت دیوانه هستیم، ملت مشنگی هستیم. اگه مشنگ نبودیم
کجای دنیا میاد بگه خاک من از گوهر است؟ کجای دنیا یکی میاد بگه من از تو بهترم، هنر نزد ایرانیان است و بس؟ مگر اینکه مشنگ شده باشی مثل دیکتاتورا. این ترامپ رو نگاه کنید، میگه همه چی این بهتر از دیگرانه. و خانمه میاد میگه دودولش که مثل قارچ میمونه، او یکی میاد میگه این موهاش که خودتون دیدید مثل کاپوت ماشین میره بالا، زیرش کچله، پوسش که عداش در میارن میگن مثل پرتقاله. دیگه از چیش بگم؟ شکمش و کونش و باسنش، عکسای ورزشیش رو نگاه کنید. این فکر میکنه از همه قشنگتره، این فکر میکنه از همه هندسامتر، هندسام جذابتره. این آقا که اومده شب خسته، حالا به جایی که رسیده به یه صدای آشنا بش ببینی آقا این سربی چی میگه، انقدر میگه حمایت، بگه آقا من بار اول تو رو نگاه میکنم تصمیم گرفتم $20 حمایت کنم، این دوستان تو چقدر بیوفا هستن که حمایت نمیکنن. برداشته علی آقا من دیدم شما به یکی گفتید محمدی دیوانن، حالا من فکر میکنم شما چقدر دیوانه هستید، به اون گفتید دیوانه. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، آخ خداییش الان که فکر میکنم اینا خودم چقدر هم دیوانم هم احمقم که به شما دوت یه مشتی. این اسکل رو خیلی خوب کردن، از کسخل کردن اسکل که بتونیم بگیم، ولی همه میدونیم وقتی بگیم میگیم اسکل یعنی میگیم خود کسخل، درست میگم یا نه؟ پس این دیگه تعارفات چیه؟ آقا چاله میدونی حرف زدی، آقا تو اروا ننت چاله میدون بلد نبودی حرف بزنی؟ گفتم بهتون سالها پیش یکی از مریلند گفت آقا من زن و بچه‌ام نشسته اینجا، گفتم شما خانوادگی میرین تماشای تلویزیون؟ والا دیگه سینما هم خانوادگی نمیره. حالا بفرما چی شده، چی رو بد گفتیم، چی رو غلط گفتیم؟ گفت آقا شما گفتید احمق، گفتم خب بچه شما چند سالشه؟ گفت 16 سالش. گفتم کلمه احمق رو بلد نیست؟ گفت چرا بلده؟ گفتم وایسا، اولین بار کی بهش گفته احمق؟ کی بهش یاد داده؟ پس من نبودم. برید آقا ترامپ میوه آیه. آها من دیگه قارچ نمیخورم. من نگفتم، اون خانم چیچی فلان گفت، بگید اسمش کی بود. خب دوستان از این مراحل شوخی بیاین به جدی. پنجم ماه می که بهش میگن سینکو د میو، و وقتی هم میخونی راجب مکزیکو اینا میگن اصلا این تاریخ ماریخا و اینا بی خوده، اینا فقط این کاری کردن یه روزی جشن باشه، یه روزی مردم خوراک مکزیکی زیاد بخورن، یه روزی مردم مشروب مکزیکی زیاد بخورن، ولی جشن ما به استقبالش میریم. حالا از اون بهتر دوستانی داریم ما، آقای دکتر محمد موسوی و همسرشون خانم ژاله مصلحی. اینها 3 ساله که الان یه برنامه رو گذاشتن برای Center for Improving Women's Life، برای یعنی مرکزی که زندگی خانم ها رو بهتر میکنه. چجوری زندگی خانم ها رو بهتر میکنه؟ اینی که اگه یک خانمی تو خونش همسرش میزنتش یا به اصطلاح زور بهش میگن، این میتونه بره اونجاها شکایت کنه، اینا یادش میدن کجا شکایت کنه، کجا بره بمونه، فعلا بچهشو بیاره. خیلی ها هستن دختر خودشونو میفروشن به افرادی که هروئین میدن که اینا بتونن مواد خودشون تعیین کنن. از این کیسات دارن. در صورت یک شنبه هست، پنجم ماه می، تقریبا من اینجاست، پنجم ماه می، بله اینجام نوشتم، منزل خانم ژاله مصلحی و منزل خودشون، پولی خرج میکنن به اصطلاح، یه نفر میاد مشروب و خوراک و اینها، خوراکم چلو کباب نه که بخوریم بپکیم، والا هر وقت میارن خیلی زیاده، بهش میگن فینگر فود. فینگر فود چیزای پیش غذا، میخوری و صحبت میکنی، 4 تا آدم رو میبینی، اینقدر از این جامعه ایرانی هی هنر رزد ماست، میای بیرون با 2 نفر میبینی آقای همه زندگیشو وقف کرده به دیگران کمک کنه. دیروز پریروز این پتیک یه چند تا عکس گذاشته بود، چیای خوب مرغوب گذاشته کنار خیابون فری، میان ور میدارن میبرن. و به اون دوستمون آقای خوشنودی بگو آقا منم میدونم که اینجا میذارن کنار خیابون، اونو من ورداشته بودم ببرم بندازم توی لندفیل، چون کار نمیکنه نمیندازم تو سطل آشغال، میرم پول میدم میرم میرسونم اونجا. اینجوری باشیم، اونی که به کار مردم میخوره بذاریم اونجا، میخوای بفروشینم بفروشین، مال خودتونه، ولی برای $10 $15 اعصاب خودتون خرد نکنید. بعدم حالا کی میخواد بیاد ببینه؟ بذار کنار خیابون فری، اگه کار میکنه بنویس کار میکنه، اگه کار نمیکنه بگیم بنویس فلان چیش خرابه، بردن نبردن وردا ببر بریز توی اون ضایعات، میگن چی میگن اینجا بهش میگن لندفیل. اینم از این ماجرا، پنجم ماه می
اینجا هستیم و شما هم اگه خواستین بیاین و یه چیزایی رو هم گذاشتن نه به عنوان جایزه، اینجا بهش میگن سایلنت اکشن. سایلنت اکشن یعنی خیلی مؤدبانه و موقرانه شما میری جلو، میبینی مثلا اینجا تیکت مسابقه فوتبال گذاشتن، میگی من اینو اینقدر میخرم، هفت شب هتل نه آپارتمان زیبایی هست روبروی آب که من در یکی از همین چیزا گرفتم و رفتم، خیلی جای قشنگیه توی مردل بیچ، شما میتونی بیای اینا اونو بخری و کمکم به دیگران میکنی. اینا نه احتیاج به این پولا دارن، نه این پولا رو وقتی هم تازه در میاد خودشون خرج کنن، پولا رو میبرن به اون سازمان ها میدن و بگردید افراد مورد اطمینان رو پیدا کنید. بله آها، این همون ماجراییه که ببینید تیتر آقای سپهر، داوود سپهر نوشته سرنوشت دکتر سعید سکویی و شناختش از مزدوران خامنه‌ای. آقا چه سرنوشتی داره این آقا؟ تو این سن 60-70 سالگی رفته زن جوون دندون پزشکی رو گرفته، احتمالاً برای گرین کارتش برای چیزی به اون داده، بعدم حالا تو این سن نشسته طول پس میندازه. آقای داوود سپهر عزیز من، شما اگه نمیشناسی اینا رو، با مایی که 20 سال با اینا بودیم، من اولین بار یادمه این نشسته بود بغل دست خانم هما احسان، من زنگ زدم بعد اصلا موند سکویی، گفت من که آقا حریف شما نمیشم، گفتم آقا من که نمیدم اینجا حریف به طلبم، ولی این چیز که داری میگی، این مزخرف ها، این دروغ ها، خب من یه شاهد زندهش کجا اینجوری بود که شما میگین؟ چرا دروغ میگید؟ با دروغ گفتن فکر میکنید درست میشه؟ هر وقتا اگه برگشت بعد مردم ازتون انتظار دارن و نمیتونید انتظاراتشون برآورده کنید، همین چوبی که قراره تو آسین و تو کون آخونده بکنن تو کون شما میکنن فرد. خب بس دیگه، خیلی امروز مؤدبانه صحبت کردم، بریم سراغ نوشته های دیگر که بله مصر احتمالاً از طرح آمریکایی ناتوی عربی علیه ایران کنار کشیده است، مصر هم اومد پولا رو گرفت و رفت. این آقای کیه؟ السمیجی چی بگید ببینید، یادمون میره اسما و وقتا اینجوری یادمون نمیرفت. در هر صورت همون جنرالی که آمد و اون آقای مصری یا مرسی رو انداخ زندان. بله کی مثل بهبهانی هست؟ مجید خوشنودی بنویس آقا، اینقدر تلگرافی حرف نزن. آها سعید سکوری میگی؟ آها دوتاشون سعیدن. نه خدایی سعید سکوری بهتر از بهبهانیه، چون اقلا معتاد نیست. این بهبهانی حالا نمیدونم شاید ترکش داده باشن، ولی معتاد بد بود، اصلا حسابش با کتب الکاتبین بود. دوستان عزیز قصه ما به سر رسید، برنامه های تلویزیون اینه. یه خانمی مریم خه، گفتم آها منظورتون مریم خره، بهش میگم خانم مگه من مجبورت کردم تو برنامه منو نگاه کنی؟ خب برو یه برنامه دیگر رو نگاه کن، چرا خودآزاری میکنی؟ خب سینکو ده مایو، ناد مایو، ده مایو، اوکی، ایندیپندنس دی، دیا دی لا فورکه، ریل وان ایز، آها همین میخوام بگم، پس ریل نیست. بعدم ایندیپندنس، اینا مستقل شدن از کجا؟ این تاریخشو من خوندم، از خودشونم سوال میکنم، میگن آقا میخوام آبجو بفروشیم، خیلی مهم نی. LCC خیلی ممنون آقای یوسفی. آقای یوسفی برای من توضیح بده ارتباط من با شما کم شده یعنی چی؟ شما من یاد اون جوکی انداختی، طرف دوستش دید گو آقا حالا ما تلفن نداریم، شما که تلفن داری یه زنگ ما بزن. قربونت برم، من که اینجا مثل میمون تو قفس نشستم هر روز، شما کم لطفی میکنی. شما بیا بنویس سوربی، من نبودم، رفته بودم مسافرت، رفته بودم تلویزیونای دیگر نگاه کردم، الان برگشتم میبینم آقا چه تلویزیون خوبی داری، همین الان یه چک میفرستم. نمیکنید آقا، نیست. دوستان عزیز بس دیگه، والا اگه گدایی کرده بودیم الان دم مترو یه پولی گیرمون اومده بود، اینجا برق هم سوزندیم، دوربین هم کهنه کردیم، دوتا میکروفون هم اینجا مصرف، سه تا مانیتور و اینها، به جایی نرسیدیم. قصه ما به سر رسید، خاله سوسکه به خونش نرسید، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. اگه آقای مینویی حال داشت و زنگ زد و برنامه داشت که با شما خواهیم بود، اگر نداشت به امید دیدارتون چهارشنبه، روز روزگار بر شما خوش.